در بخش اخیر برنامه قرار داریم و قرار است در این بخش برنامه ما روی موضوع کارکردهای وزارت ترانسپورت در بحران کرونا با آقای محمد اشرف حقشناس، معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت صحبتهایی داشته باشیم. خیلی خوش آمدین، صبح شما بخیر. تشکر، سلامت شما بخیر باشین. اگرچه وقت ما خیلی کم هست، اما بیاین از آخرین کارکردهای وزارت ترانسپورت در بحران کرونا بر ما موضوعاتی را شریک بسازین. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکارای تکنیکی و همه بینندگان عزیز تلویزیون. وزارت ترانسپورت یکی از وزارت‌هایی است که در بخش خدمات عامه و عامل منفعه مردم افغانستان خدمات اجتماعی را ارائه می‌کند. این وزارت به اساس فرمان جلالت مآب رئیس جمهور از 5 اداره تشکیل شده. فعلا وزارت ترانسپورت سابقه اداره اوانوردی، اداره خط آهن، ریاست ترافیک کابل با هم ادغام شده و وزارت ترانسپورت تشکیل شده. ما خوشبختانه در سال گذشته بیشتر از 29 میلیارد افغانی داشتیم که در تطبیق پروژه‌های انکشافی وزارت ترانسپورت 28 میلیارد افغانی مصرف شد که 95% بودجه انکشافی تشکیل میداد. همچنان در قسمتی که ما پروژه‌های انکشافی را در ولایت افغانستان تطبیق کردیم، اشتغال زایی به مردم افغانستان به وجود آمد. ما توانستیم در 34 ولایت افغانستان بیشتر از 161 هزار شغل به مردم افغانستان به طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کنیم که مردم افغانستان در این بخش کار بکنند. همچنان ما در بخش جمع‌آوری عوایدی که ما از وزارت ترانسپورت داشتیم بیشتر از 12 میلیارد افغانی که تقریبا نصف بودجه انکشافی این وزارت تشکیل می‌داشت، ما عواید جمع‌آوری کردیم. خوشبختانه در این اواخر که کرونا متاسفانه بعضی کشورها قربانی گرفتن و در افغانستان هم تعداد از هموطنان ما به این ویروس و کشنده مبتلا شده است و شما میدانین که بعضی مسیرهای هوایی و زمینی برای مردم افغانستان یا برای بندرهایی که اموال تجارتی صادر میشه تی مسدود شده بود. خوشبختانه در مدت زمانی که بنادری که به طرف پاکستان از مسدود شده بود، وزارت ترانسپورت توانست که انتقالات اموال تجارتی را از طریق بندر ایرتان، تورغوندی و همچنان آقینه با کشور ترکمنستان ما انتقالات اموال تجارتی را داشته باشیم که در همان هفته اول قرنطین که بعضی نرخ ها در بازارهای افغانستان بلند شد، ما توانستیم 215 واگن در همان هفته مواد خوراکی یا مواد که مردم افغانستان ضرورت داشته باشه به افغانستان وارد کرده و در مدت زمانی که 25 روزی که بندر تورخم برای مردم افغانستان بسته بود، اموال تجارتی به خصوص مواد خوراکی از طریق بنادر سمت شمال افغانستان این مواد وارد شد و ما توانستیم که به مواد به بازارهای افغانستان توزیع بکنیم تا بتانیم کمینرخای و قیمتایی که در مواد خوراکی اسیر کاهش بدیم. همچنان رهبری وزارت ترانسپورت با مقامات کشورهای آسیای میانه و همچنان با پاکستان در کل حکومت افغانستان صحبت کرد. توانستیم بعد از 25 روز بندر تورخم و همچنان سپین بولدک مسدود شده بود، اموال تجار افغان که به او طرف مرز باقی مانده بود، توانستیم که مرز در رفته 3 روز فعلا باز شده و اموال تجارتی که به او طرف مرز باقی مانده است ای وارد افغانستان شود. بسیار خوب، ما میخواستیم صحبت های بیشتر داشته باشیم اما متاسفانه وقت ما تمام هست. در برنامه‌های بعدی به خیر روی موضوعات مختلف وزارت ترانسپورت صحبت خواهد کرد. بسیار تشکر از شما، لطف کردین. از شما بیننده‌های عزیز هم تشکری میکنم. وقت ما کاملا تمام هست. ما موفق میشیم، نه فوراً ولی حتما. تا دیدار بعد، بدرود.